حرفه خبرنگاری خیلی کار مشکلیه، خیلی کار پرهیجانیه، خیلی کار خطرناکی میتونه باشه. توی روستای افجه لواسانات یک سنگ قبر خیلی ساده است که روی آن نوشته شده کاوه گلستان 1329-1382 در راه ثبت حقیقت کشته شد. این جمله سنگین، کوتاه و پربار حاصل کل زندگی مردی است که با دوربین عکاسیش حقیقت رو ثبت میکنه. کسی که زندگیش رو در این جمله خلاصه میکنه. میخواهم صحنه هایی را به تو نشان دهم که مثل سیلی به صورتت بخورد و امنیت تو را خدشه‌دار کند و به خطر بیاندازد. میتوانی نگاه نکنی، میتوانی خاموش کنی، میتوانی هویت خود را پنهان کنی مثل قاتل ها، اما نمیتوانی جلوی حقیقت را بگیری. هیچ کس نمیتواند. با این ویدیو همراه باشید تا بخشهایی از زندگی کاوه گلستان، عکاس و ثبت کننده حقیقت تاریخ ایران رو با هم دیگه مرور کنیم. ممنونم که برای بالا بردن اطلاعات تاریخیتون کانال تاریخنامه رو انتخاب کردید. در 1329 زمانی که پدرش ابراهیم گلستان در آبادان در شرکت نفت کار میکرد به دنیا آمد. کاوه فرزند ابراهیم و فخری گلستان بود و پیشه او داستان نویسی، کارگردانی، عکاسی و خبرنگاری بود. چاپ عکس‌های گلستان از رویدادهای انقلاب و جنگ ایران و عراق در بسیاری مطبوعات معتبر کشورهای عربی نامش را در میان خبرنگاران عکاس بین‌المللی به نامی آشنا تبدیل کرد و جوایزی را نصیب او کرد. کاوه در سالهای 54 تا 56 سه مجموعه عکس روسپی، کارگر و مجنون را تهیه کرد. گرفتن 61 عکس مجموعه روسپی در محله شهر نو حدود یک سال و نیم به طول انجامید. کاوه یکی از تاثیرگذارترین عکاسان ایران در حوزه مستند اجتماعی به شمار میره که روایت‌های تصویریش علاوه بر بازتاب‌های داخلی در جهان انعکاس فراوانی داشت. در واقع بخشی از حافظه تصویری جهانیان مربوط به عکس‌ها و مستندهای تصویری کاوه گلستانه. او عکاس ویژه مجله تایم بود و مجموعه عکس‌های او از باارزش‌ترین مجموعه اسناد تاریخی ایرانه. لیلی گلستان خواهر کاوه روحیات او رو اینگونه توصیف میکنه. کاوه خیلی بچه بود. دلبستگی عجیبی به مادرم داشت. اصلا کاوه و مادرم عاشق و معشوق بودند. پدرم تصمیم گرفته بود کاوه را به لندن بفرستد. به یک مدرسه سربازی که مربوط به ارتش انگلیس بود. کاوه مدت طولانی آنجا ماند. یک روز دیدیم در خانه را زدند. کاوه از مدرسه فرار کرده بود. پول نداشت. رفته بود کنار جاده دست تکان داده بود. و از راه ترکیه به ایران رسانده بودندش. این کارش پدرم را عصبی کرده بود. کاوه روحیه بیقراری داشت. شاید مقداری به خاطر دیکتاتور بودن پدرم بود. ما خیلی از رفتارهای پدرمان رنج کشیدیم. روی کاوه خیلی فشار آورد. تا جایی که از کاوه یک آدم همیشه مضطرب ساخت. کاوه منزوی و تنها بود. در عکاسی آدم محقق و تاثیرگذاری بود. خجالتی و فروتن. هیچ جا حرف نمی‌زد. جایزه رابرت کاپا را گرفته بود و من 2 سال بعد متوجه شدم. به هیچ کس نگفته بود. در 13 فروردین 82 برای یک ماموریت عکاسی به کردستان عراق رفت. اتومبیل ایستاد. تهیه کننده اولین نفری بود که پیاده شد. نخستین قدم او با انفجار همراه بود و پاهایش را از دست داد. کاوه گمان کرد که شلیک خمپاره است. دوید تا پناه بگیرد و او هم روی مین رفت و بلافاصله کشته شد. ابراهیم گلستان در مصاحبه‌ای در مورد ناراحتی از مرگ کاوه گفته: چرا سخت باشد؟ کاوه زندگی خود را کرده و تمام شده. حالا یاد و یادگارش در ذهنها باقی مانده. هر چند دلم نمی‌خواست بمیرد، اگر قرار باشد به مرگش فکر کنم، این تصور را می‌کنم که راحت و آسوده مرده، بی هیچ درد سر و ناخوشی. نقطه دردناک این اتفاق زمانی است که جسد کاوه را به تهران آوردند و مادرش می‌خواست او را به خاک بسپارد. من دلم فقط برای فخری می‌سوزد، وگرنه کاوه کار خودش را کرده و در تمام درازای حرکت بیولوژیکی دنیا یک زندگی کوچک ما مسئله مهمی نیست. من حقیقتاً ناراحتی ندارم. من کاوه هستم، کاوه گلستان.
عکاس، نه بالا و نه پایین. فقط برای ثبت حقیقت به دنیا آمدم. گاهی اوقات احساس کردم لاشخورم. به هر جا که کشتار بود می رفتیم، عکس می گرفتیم و جنازه جمع می کردیم. در طول جنگ دستمالی داشتم که همیشه همراه هم بود. این دستمال را بارها شستم، به آن گلاب زدم، اما کماکان بوی مرگ می دهد. احساس می کنم دیگر هیچ چیز مرا نمی ترساند. هیچ چیز حیرت زدم نمی کند. من نهایت آن را دیدم. روح شاد و یادش گرامی بود.